درود دوستان، در این ویدیو میخواییم که 5 کتاب پرفروش روانشناسی رو برای شما معرفی کنیم و حتی خلاصه کنیم. 1. انسان در جستجوی معنا، نوشته ویکتور فرانکل. این کتاب خاطرات ویکتور فرانکل، روانپزشک اتریشی است که در اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها زندانی بود. فرانکل در این کتاب به بررسی معنای زندگی در شرایط سخت و طاقت فرسا می پردازد. این کتاب یکی از پرفروشترین کتاب‌های روانشناسی در جهان است. این کتاب به دو بخش اصلی تقسیم می شود. بخش 1، تجربه شخصی فرانکل در اردوگاه‌های کار اجباری. بخش 2، نظریه معنا درمانی. یکم بخش اول رو توضیح بدیم. در این بخش فرانکل به شرح تجربیات خود در اردوگاه‌های کار اجباری می پردازد. او از شرایط هولناک اردوگاه ها و شکنجه ها و کشتارهایی که شاهد بود می گوید. اما در این حال به این نکته نیز اشاره می کند که حتی در شرایطی که زندگی انسان ها در معرض خطر جدی قرار دارد، باز هم می توان معنا و هدفی برای زندگی کردن پیدا کرد. فرانکل در این بخش به سه واکنش اصلی انسان ها در شرایط بحرانی اشاره می کند. شوک اول به شکل امید و سپس ناامیدی. در ابتدا انسان‌ها به امید نجات از شرایط بحرانی تلاش می‌کنند، اما با گذشت زمان و مشاهده بی‌رحمی‌های اطراف ناامید می‌شوند. پس از چند روز اقامت در اردوگاه، زندانیان در حالت بی‌تفاوتی قرار گرفتند. این حالت نوعی دفاع روانی است که به زندانیان کمک می‌کند تا با شرایط سخت کنار بیایند. اغلب در ابتدا زندگی پس از آزادی با احساس ناباوری و سپس با تلخی مشخص می شد. زندانیان پس از آزادی با دنیای کاملا متفاوت از دنیای قبل از جنگ مواجه می شدند و مدتی طول می کشید تا بتوانند با این تغییرات سازگار شوند. بخش دوم این کتاب مربوط به نظریه معنا درمانی است. در این بخش فرانکل به شرح نظریه معنا درمانی خود می‌پردازد. معنا درمانی یک رویکرد روانشناسی است که بر این باور است که معنای زندگی عامل اصلی انگیزه و اراده انسان است. فرانکل معتقد است که انسان‌ها موجوداتی هدفمند هستند و به دنبال معنا و هدف در زندگی هستند. وقتی انسان‌ها معنای زندگی خود را پیدا می‌کنند، احساس هدفمندی و ارزشمندی می‌کنند و در برابر سختی‌ها و مشکلات مقاوم‌تر می‌شوند. فرانکل در این بخش به سه راه برای یافتن معنای زندگی اشاره می‌کند. 1. کار خلاقانه. انسان‌ها می‌توانند با انجام کارهای خلاقانه مانند هنر، موسیقی یا نوشتن معنای زندگی خود را پیدا کنند. 2. تجربه رابطه صمیمی با دیگران. انسان‌ها می‌توانند با برقراری روابط صمیمی با دیگران مانند خانواده، دوستان یا شریک زندگی معنای زندگی خود را پیدا کنند. 3. پذیرفتن یک موقعیت معنادار در زندگی. انسان‌ها می‌توانند با کمک به دیگران یا انجام کارهایی که بر جهان تأثیر مثبت می‌گذارد، معنای زندگی خود را پیدا کنند. کتاب انسان در جستجوی معنا کتابی الهام بخش و امید بخش است که به خوانندگان کمک می‌کند تا معنا و هدفی برای زندگی خود پیدا کنند. این کتاب برای افرادی که در شرایط سخت و طاقت فرسا قرار دارند، می‌تواند بسیار مفید باشد. در اینجا به برخی از نکات مهم کتاب انسان در جستجوی معنا اشاره شده. انسان ها موجوداتی هدفمند هستند و به دنبال معنا و هدف در زندگی هستند. مسئله معنای زندگی مهمترین مسئله انسان است. معنای زندگی درونی و شخصی است. معنای زندگی می تواند در هر شرایطی، حتی شرایط سخت و طاقت فرسا، یافت شود. کتاب انسان در جستجوی معنا یکی از مهمترین کتاب‌های روانشناسی در جهان است که به خوانندگان کمک می‌کند تا معنا و هدفی برای زندگی خود پیدا کنند. 2. هنر شفاف اندیشیدن، نوشته رولف دوبلی. این کتاب به خوانندگان کمک می‌کند تا از تعصبات و خطاهای شناختی خود آگاه شوند.
و با تفکر منطقی و انتقادی تصمیم‌های بهتری بگیرند. کتاب هنر شفاف اندیشیدن یک کتاب خودیاری است که به خوانندگان کمک می‌کند تا از تعصبات و خطاهای شناختی خود آگاه شوند و با تفکر منطقی و انتقادی تصمیم‌های بهتری بگیرند. دوبلی در این کتاب 100 خطای شناختی را شناسایی کرده که می‌تواند بر تصمیم‌گیری ما تأثیر بگذارد. این خطاها شامل موارد زیر هستند. خطای بقا، این خطا باعث می شود که ما احتمال موفقیت خود را بیش از حد تخمین بزنیم. خطای خوشبینی، این خطا باعث می شود که ما احتمال وقوع اتفاقات خوب را بیش از حد تخمین بزنیم. خطای تأیید، این خطا باعث می شود که ما فقط به اطلاعات و شواهدی توجه کنیم که نظرات قبلی ما را تأیید می کند. خطای الگویابی، این خطا باعث می شود که ما در داده ها الگوهایی را ببینیم که اصلاً وجود ندارند. خطای نمونه برداری گزینشی، این خطا باعث می شود که ما فقط به اطلاعات و شواهدی توجه کنیم که به نظر ما مهم هستند. دوبلی در این کتاب راهکارهایی را برای مقابله با این خطاها ارائه می دهد. این راهکارها شامل موارد زیر هستند. تنوع سنجی منابع اطلاعاتی، به جای اینکه فقط به یک منبع اطلاعاتی تکیه کنید، از منابع مختلف اطلاعاتی استفاده کنید. شک و تردید، همیشه احتمال اینکه اشتباه کرده باشید را در نظر بگیرید. تجربه دیگران، از تجربه دیگران برای تصمیم گیری استفاده کنید. بازبینی مستمر، تصمیمات خود را به طور منظم بازبینی کنید. کتاب هنر شفاف اندیشیدن یک کتاب ارزشمند برای افرادی است که می‌خواهند تفکر خود را بهبود ببخشند و تصمیم‌های بهتری بگیرند. این کتاب می‌تواند به ما کمک کند تا از خطاهای شناختی خود آگاه شویم و با تفکر منطقی و انتقادی زندگی بهتری داشته باشیم. در ادامه خلاصه‌ای از برخی از نکات مهم کتاب هنر شفاف اندیشیدن ذکر می‌شود. ذهن ما همیشه منطقی عمل نمی کند. ما در معرض خطاهای شناختی مختلفی هستیم که می تواند بر تصمیم گیری ما تأثیر بگذارد. با آگاهی از خطاهای شناختی خود می توانیم آنها را کنترل کنیم تا در زندگی روزمره تصمیمهای بهتری بگیریم. 3. چگونه کمالگرا نباشیم؟ نوشته استفان گایز. این کتاب به بررسی پیامدهای منفی کمالگرایی می‌پردازد و به خوانندگان کمک می‌کند تا با پذیرش خطاها و شکست‌ها زندگی سالم‌تری داشته باشند. کمالگرایی تمایل به انجام همه چیز به بهترین شکل ممکن است. کمالگرایان استانداردهای بسیار بالایی برای خود و دیگران دارند و به راحتی از اشتباهات خود انتقاد می‌کنند. این امر می تواند منجر به مشکلاتی در زمینه‌های مختلف زندگی از جمله سلامت روان، روابط و موفقیت شغلی شود. استفان گایز در کتاب خود ابتدا به بررسی پیامدهای منفی کمالگرایی می‌پردازد. او نشان می‌دهد که کمالگرایی می تواند منجر به موارد زیر شود: اضطراب، افسردگی، احساس نارضایتی از خود، مشکلات در روابط و مشکلات در کار. گایز سپس به ارائه راهکارهایی برای غلبه بر کمالگرایی می‌پردازد. او معتقد است که برای غلبه بر کمالگرایی باید اهداف واقع بینانه داشته باشید. خود را با دیگران مقایسه نکنید، از اشتباهات خود درس بگیرید و با خودتان مهربان باشید. گایز همچنین به خوانندگان توصیه می کند که به جای تلاش برای بی‌نقص بودن بر روی بهبود مداوم خود تمرکز کنند. او معتقد است که پذیرش خطاها و شکستها اولین قدم برای رسیدن به زندگی سالمتر و رضایت بخشتر است. خلاصه برخی از نکات مهم کتاب عبارتند از: کمالگرایی یک ویژگی سالم نیست. کمالگرایی می تواند منجر به مشکلات جدی در زمینه‌های مختلف زندگی شود.
برای غلبه بر کمالگرایی باید اهداف واقع بینانه داشته باشید. خود را با دیگران مقایسه نکنید، از اشتباهات خود درس بگیرید و با خودتان مهربان باشید. کتاب چگونه کمالگرا نباشیم یک کتاب کاربردی و مفید است که می تواند به افرادی که از کمالگرایی رنج می برند کمک بسیار بزرگی کند تا زندگی سالمتر و رضایت بخشتری داشته باشند. 4. باشگاه پنج صبحی ها نوشته رابین شارما. این کتاب به خوانندگان توصیه می کند که برای رسیدن به موفقیت باید از دیگران متفاوت باشند و از ساعت 5 صبح بیدار شوند تا زمان بیشتری برای یادگیری، رشد و توسعه خود داشته باشند. کتاب باشگاه پنج صبحی ها یک کتاب خودیاری است که به خوانندگان می آموزد که چگونه با ایجاد یک روتین صبحگاهی قدرتمند زندگی خود را به سطح جدیدی از موفقیت و شادمانی برسانند. در این کتاب شارما داستان 3 نفر از افراد موفق را روایت می کند که زندگی خود را با پیروی از اصول باشگاه پنج صبحی ها تغییر می دهند. این اصول عبارتند از ساعت 5 صبح از خواب بیدار شوید. این اولین و مهمترین اصل باشگاه 5 صبحی هاست. با بیدار شدن زود هنگام زمان بیشتری برای انجام کارهای مهم و ارزشمند خواهید داشت. سکوت پیش از طلوع. در این زمان به خودتان فرصت دهید تا با آرامش و تمرکز به کارهایی بپردازید که برای شما مهم هستند. حرکت. ورزش کردن در صبح راهی عالی برای شروع روز با انرژی و شادابی است. آموزش، اختصاص دادن زمان به یادگیری و رشد به شما کمک می کند تا در زندگی پیشرفت کنید. خلقت، اختصاص دادن زمان یا همان خلق زمان به کارهایی که از آنها لذت می برید باعث می شود تا زندگی شما معنادارتر شود. شارما معتقد است که با پیروی از این اصول می توانید به اهداف خود دست یابید. زندگی خود را متحول کنید و به بهترین نسخه از خود تبدیل شوید. در ادامه خلاصه ای از برخی از نکات مهم کتاب باشگاه پنج صبحی ها ذکر شده است. برای رسیدن به موفقیت باید از دیگران متفاوت باشید. با ایجاد یک روتین صبحگاهی قدرتمند می توانید زمان بیشتری برای انجام کارهای مهم و ارزشمند داشته باشید. سکوت پیش از طلوع فرصتی عالی برای تمرکز روی خود و اهدافتان است. ورزش کردن در صبح راهی عالی برای شروع روز با انرژی و شادابی است. یادگیری و رشد کلید موفقیت در زندگی است. انجام کارهایی که از آنها لذت می برید باعث می شود تا زندگی شما معنادارتر شود. کتاب باشگاه پنج صبحی ها یک کتاب انگیزشی و الهام بخش است که می تواند به خوانندگان کمک کند تا زندگی خود را تغییر دهند و به موفقیت دست یابند. 5. دوباره فکر کن، نوشته آدام گرانت. این کتاب به خوانندگان کمک می کند تا با تغییر نگرش خود نسبت به دیگران روابط خود را بهبود ببخشند و در زندگی موفق تر شوند. کتاب دوباره فکر کن، قدرت دانستن چیزهایی که نمی دانی، اثر آدام گرانت، به اهمیت تجدید نظر در باورهای خود می پردازد. گرانت معتقد است که تعصبات و خطاهای شناختی می توانند مانع از تفکر منطقی و تصمیم گیری های درست شوند. بنابراین مهم است که به طور منظم در باورهای خود تجدید نظر کنیم و از دیدگاه های مختلف به مسائل نگاه کنیم. کتاب در 3 بخش اصلی ارائه شده است. بخش اول، تجدید نظر در باورهای شخصی. در این بخش گرانت به بررسی تعصبات و خطاهای شناختی می پردازد. اون نشان می دهد که چگونه این عوامل می توانند باعث شوند که ما در مورد مسائل قضاوتهای نادرست داشته باشیم. گرانت همچنین راهکارهایی برای شناسایی و کاهش این عوامل ارائه می دهد. بخش دوم، تجدید نظر در باورهای دیگران. در این بخش
گرانت به اهمیت تفکر انتقادی در مورد باورهای دیگران می‌پردازد. اون نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از تعصبات و خطاهای شناختی دیگران آگاه شد و آنها را درک کرد. گرانت همچنین راهکارهایی برای گفتگوی سازنده با افرادی که دیدگاه‌های متفاوتی دارند ارائه می‌دهد. بخش سوم، تجدید نظر در باورهای اجتماعی. در این بخش گرانت به اهمیت تجدید نظر در باورهای اجتماعی می‌پردازد. او نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با تغییر باورهای اجتماعی به بهبود جامعه کمک کرد. گرانت همچنین راهکارهایی برای ایجاد تغییر اجتماعی ارائه می‌دهد. در ادامه برخی از نکات مهم کتاب را برای شما ذکر می‌کنیم. تعصبات و خطاهای شناختی می توانند مانع از تفکر منطقی و تصمیم گیری های درست شوند. مهم است که به طور منظم در باورهای خود تجدید نظر کنیم و از دیدگاه های مختلف به مسائل نگاه کنیم. برای تجدید نظر در باورهای دیگران باید از تعصبات و خطاهای شناختی خود آگاه باشیم. تفکر انتقادی در مورد باورهای دیگران می تواند به گفتگوی سازنده کمک کند. تجدید نظر در باورهای اجتماعی می تواند به بهبود جامعه کمک کند. پس کتاب دوباره فکر کن کتابی کاربردی و مفید است که می تواند به خوانندگان کمک کند تا با تفکر انتقادی و باز تصمیم گیری های بهتری بگیرند و روابط خود را بهبود ببخشند. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد لطفاً در بخش کامنت ها برامون بنویسید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.